الله 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 يا حبيب الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین بحث درباره برهان بود در این قسمت مرحوم مصنف به یک بحثی طولانی اشاره کنند نسبتا بحث طولانی است که چند جلسه ای را به خود اختصاص خواهد داد و اون این است که برهان در کجا کارکرد داره و کار آمده در واقع با توجه به مباحثی که در مقدمه این صنعت بیان شد یعنی بحث مبادی علم با توجه به اون بحث ها و با توجه به بحث هایی که قبلا بیان شد تقسیم تصدیق به بدیهی و نظری میخوایم بدانیم برهان را که شما دارای اهمیت میدانید در کجا کاربرد داره و در واقع کارآمدی این برهان در کجا و در مورد کدام یک از اقسام علم و معرفت پیاده میشه این بحثی است که مرحوم مصنف تلاش دارند به تبیین و توضیح آن بپردازند برای این مسئله اولا یک مقدمه ای را بیان میفرمایند اون مقدمه این است که دو قضیه فلسفی از جمله قضایای بدیهی هستند مانند اجتماعی نقیزین و مانند الکل اعظم من الجزء این دو قضیه هم از قضایای بدیهی است اون دو قضیه این است که هر موجود ممکنی نیاز به علت داره یعنی هر موجودی که ممکن باشد یعنی در واقع ضرورت وجود نداشته باشد این موجود فی حد ذاته نه اختزای وجود داره که بیش از ضروری و نه ذاتا اقتضای عدم داره تا بشود ممتنه چون این موجودی که فی حد ذاته می تواند موجود باشد و می تواند معدوم باشد مانند انسان مانند وجود زید مانند تقی نقی این عالم کلا شما تقی و نقی رو در نظر بگیرید اینها می توانستند موجود نباشند و اگر موجود شده پس بنابر این نیاز به علت داره در نتیجه اگر شیعی ممکنی در عالم محقق شد بیانگر این است که علت تامه این ممکن موجود بوده تا این ممکن شده موجود در نتیجه هرگاه ممکنی موجود بود الا ولا بود وجود این ممکن از علت تامه است این یک قاعده فلسفی که حالا در مباحث فلسفی باید توضیح بیشتر داد دوم این که هرگاه علت تامه یک امر موجود بود هرگاه آی را ما علت تامه فرض کنیم این آ موجود باشد معلول او هم الا و لابود موجود خواهد بود چرا چون اگر موجود نباشد یلزم خلف لازمه علیت و لازمه علت اینه یعنی به مجرد این که ما یک علت تامه را تصور کنیم علت تامه یعنی این که این شیء الف یا آ به ذاته می تواند و باید وجود بی را محقق کند در واقع شما اگر جوش آمدن آب را معلول صد درجه حرارت بدانید صد درجه حرارت را علت تامه بدانیم برای جوش آمدن آب هرگاه این دمای 100 درجه محقق شود آب الا و لابود جوش خواهد آمد اگر جوش نیاد در واقع یا این صد درجه صد درجه نیست و یا این آب آب نخواهد بود بنابراین الا و لابد هرگاه علت تامه موجود باشد معلول او هم موجود خواهد بود این مقدمه است که مرحوم مصنف بیان می‌فرماید حالا با توجهی به این مقدمه این رو بیان می‌فرمایند که وقتی من علم به یک نتیجه دارم علم من به یک نتیجه به یک قضیه علم دارم که عالم حادثه علم دارم که خدا موجوده علم دارم که اجتماعی نقیزه نشاید همه اینها از علوم من هستند این علوم من از جمله ممکناته بنابراین من که از مادر متولد شدم بنابر دیدگاه ارسطوییان و, و بنابر دیدگاه کسانی که انسان را لوح سفید میدانند و معتقدن وقتی ما از مادر متولد میشیم هیچ گونه علم و معرفتی قبلی در اختیار نداریم بنابراین من وقتی به این دنیا آمدم هیچ گونه علم قبلی با خود نداشتم در نتیجه برخورداری من از این گونه علوم و از این گونه قضایا می شود ممکن یعنی ذات من اقتضای این رو نداره که من عالم باشم ذات من لازمش این نیست که من همواره به این قضایا باید عالم باشم اگر ذات من مقتضی بود پس هر انسانی مانند من چون حکم الامثال فی ما یجوز و لا یجوز واحد پس هر انسانی مثل من باید برخوردار از این گونه علوم باشه و خود من قبل از همه باید برخوردار باشم در حالی که برخوردار نبودم من اینها رو کسب کردم بنابراین به نظریه ارسطو و ارسطوییان و یا کسانی که بعدها آمدند و انسان رو لوحی سفید میدانند انسان هیچ گونه علم قبلی با خود نداره برخلاف نظریه افلاطون و افلاطونیان که معتقدند انسان از قبل میدانست علومی داشت یعنی انسان قبل از این که به تعبیر دینی ما در عالم ماده در واقع موجود شود و در این عالم ماده پدید بیاد در یه عالم دیگری حالا شما فرض بفرمایید عالم زر به تعبیر دینی اونجا با حقایق آشنا بود همه حقایق رو میدانست آنچه که در واقع ما وقتی در به این عالم آمدیم گرفتار ماده و مادیات شدیم و در واقع اون علوم قبلی را فراموش کردیم و آنچه را که الان من تلاش دارم کسب کنم کسب به این معنا نیست که من از نو همه رو یاد بگیرم از نو پدید بیارم بر این لوح سفید نقش و نقوشی بنگارم بلکه یادآوری همون معرفت های قبلی است این بنابر دیدگاه اونها ولی بنابر دیدگاه ارسطو و ارسطویان من که علم قبلی نداشتم من روزی که از مادر متولد شدم همان گونه که آیات دیگری قرآن بیان میفرماید لا تعلمون شیئا هیچی نمیدانستم بنابر این این علم که من الان ازش برخوردارم برای من می شود یک قضیه ممکن قضیه ممکن یعنی ذات من اقتضای این رو نداره بنابر این اینی که الان میدانم که عالم حادثه خدا وجود داره آب در صد درجه جوش میاد و قضایای فراوان پس اینها می شود در سنخ قضایای ممکن حالا که ممکن شد با توجه به اون مقدمه دو تا قضیه قبلی که شون بیان کردن هر ممکنی نیاز به علت داره پس علم من به اینکه آب در دمای 100 درجه جوش میاد علم من به اینکه من در درون خودم غم و اندوهی دارم علم به اینکه به اصطلاح هر انسانی و هر حیوانی مو موقع غذا خوردن فک اسفل او می جنبه همه اینها در واقع معلول یک علتی هستند معلول یک علتن یعنی چی یعنی اینها نتیجه یک قیاسن نتیجه یک استدلالن که اون استدلال و اون حد وسط در مقام اثبات واسطه است و علت است برای این استنتاج به تعبیر دیگر من امروز به این نتیجه رسیدم که آب همواره در صد درجه جوش میاد در واقع یا آهن وقتی در واقع حرارت دید منبسید می شود این را به خاطری یک قیاسی یک حد وسطی می دانم یعنی یک حد وسطی واسطه شده و این علت برای استنتاج چون این بنابر بنابراین علم من معلول یک علته در مقام اثبات فی الواقع کار ندارم در مقام اثبات معلول یک علته حالا که معلول یک علته اون علت چیست اون علت این دانستن من و علت این استنتاج من و علت این علمی که الان دارم اون علت چیست به دنبال این هستیم لذا میفرمایند اون علت از چند صورت خارج نیست اولا دو قسم یا داخلی است یا خارجی داخلی به این معنا که وقتی من موضوع و محمول را به درستی تصور کنم اگر من موضوع و محمول و نسبت میان موضوع و محمول را به درستی تصور کنم این نتیجه را تصدیق خواهم کرد مانند الکل اعظم من الجوز اگر من کل را به درستی تصور کنم جز را تصور کنم نسبت میان کل و جز را تصور کنم این سه امر را تصور کنم تصدیق خواهم کرد که الکل اعظم من الجوز اجتماعی نقیزه هم همین گونه است اگر من به درستی نقیزه این را تصور کنم هر دو نقیز را تصور کنم اجتماع نقیزه این را هم به درستی تصور کنم تصدیق خواهم کرد که اجتماع نقیزه این محاله بنابراین علت این تصدیق من این تصدیق من یک علت داره ولی علتش بیرون از این قضیه نیست بیرون از این استنتاج نیست در واقع نفس تصور موضوع و محمول این قضیه ای من این نتیجه ای من کافی است برای این استنتاج این در مورد بدیهیات اولیه بنابراین بدیهیات اولیه به این معنا استنتاجش دلیل داره معلله ولی علتش در درون خودش است چون در درون خودش هست در واقع اینجا من به هیچ چیزی دیگری جز به تصور نسبتی م... جز به تصور موضوع و محمول و نسبت میان اینها به هیچ امر دیگری نیاز ندارم از این جهت به اینها میگویند بدیهی اولی اولیست یعنی در واقع متوقف بر هیچ امر دیگری نیست این اونجایی که در واقع علت تصدیق من یک امر داخلی باشد اما اونجایی که علت تصدیق من یک امر خارج از خود قضیه است یعنی نسبت و تصور موضوع و محمول علت نیستند بلکه یک امر فراتر از این نیازه فراتر از تصور موضوع یک امر دیگر نیازه حالا آنچه که نیاز است یا حواس یا یک به اصطلاح قیاسه یعنی اون امر خارجی منحصر در اینه یا نیازمند به استفاده از حواسیم یا نیازمند به استفاده از یک قیاسیم اگر نیازمند به استفاده از حواس باشیم مانند محسوسات اینجا در واقع این هم می شود بدیهی اینها هم بدیهی هستند منتها نمانند بدیهیات اولیه بداهت اولی من صرفا به تصور موضوع و محمول و نسبت نیاز داشتم اینجا افزون بر تصور موضوع و محمول و تصور نسبت باید از اندام های حسی خود هم استفاده کنم از اندام های حسی خود استفاده کنم حالا که از اندام های حسی استفاده می کنم این در واقع احتیاج من برای این تصدیق را نشان میدهد یعنی من برای تصدیق برخلاف بدیهیات اولیه به یک به اصطلاح اندام حسی هم نیاز دارم این قسم دوم قسم سوم است که نیازی به یک قیاس داره ولی اون قیاس از دو حال خارج نیست یا قیاس از اون قیاسات است که همواره همراه این قضیه است مانند مثلا فیتیات که میگفتیم قیاساتها معه ما یا مانند مجربات اینها نیاز به افزون بر تصور موضوع و محمول افزون بر به استفاده از اندام های حسی نیاز به قیاس هم داره ولی اون قیاس خفی همواره مو... همراه این قضیه است مثلا فیتریات میگفتن قیاساتها ها معها یا در حدسیات میگفتن که قیاس خفی نیاز داره این قسم هم در واقع برهان کاربرد نداره برای اینکه اینجا من نیاز به در واقع استدلال ندارم اینجا هم نیاز به برهان نیست اونجایی نیاز به برهان داریم که این استنتاج من نیاز به یک امر خارجی داره اون امر خارجی هم یک قیاسه و قیاسی است بیرون از خود قضیه نه داخلی در خود قضیه اگر چنین باشد اینجاست که من نیازی به برهان دارم و در واقع کار کردی برهان مربوط به اینجا میشه بنابراین این خلاصه بحث ارز میکنم خلاصه بحث این که اگر من افزون بر نیازی به تصور موضوع و محمول و نسبت ملزم باشم از اندام های حسی استفاده کنم افزون بر این نیازی به یک قیاس دارم اما گاهی این قیاس داخلی در خود قضیه است یعنی همراه این قضیه است مانند فطریات که می گفتن ها معها اینجا تا این موارد نیاز به برهان ندارم چون اینها بدیهی هن. ولی اونجایی که نیاز به یک قیاس دارم و این قیاس بیرون از قضیه است همراه قضیه نیست باید اون قیاس را کسب کنم اون قیاس و مقدمات اون قیاس را به دست بیارم اگر چون این بود این میشود شود نظری و اینجاست که من نیاز به برهان دارم و کارآمدی و کارکرد برهان برای چنین این مورد است بنابراین ایشون بدیهی را یک معنای عام تعریف میکنند. بدیهی یعنی اینکه هم شامل بدیهیات اولیه میشه هم شامل مجربات میشه هم شامل فطریات و شامل تمامی مبادی در واقع ششگانه میشه همه مبادی ششگانه میشوند بدیهی چرا چون در واقع من برای کسب اون حد وسط به زحمت نمیفتم نهایتا به حد وسط نیاز داره ولی اون حد وسط هرچند اون حد وسط واسطه در اثباته واسطه علته یعنی تصریح میفرمایندشون که اون حد وسط علت برای استنتاج ولی من برای بدست دست آوردن این حد وسط به زحمت نیفتادم تجشم کس نداره یعنی من در واقع فکر نکردم تلاش نکردم کوشش نکردم که حد وسط ها رو به دست بیارم این حد وسط ها رو به نحو خاص ترتیب بدم صورت خاصی بر اونها بپوشانم و به،, به, استناد این مقدمات استنتاج کنم چنین نیست اگر چونین بود این می شود نظری و در موارد نظری است که ما نیاز به برهان داریم حالا این توضیح در واقع چند درس است که مرحوم مصنف بیان می‌فرمایند و اما صورت اول صورت اول اونجایی بود که من تنها نیاز دارم به یک علت ولی علت علت داخلی است یعنی صرف تصور موضوع و محمول کافی است این میشد اولیات قسم دوم اونجا است که من افزون بر اندام های به اصطلاح تصور موضوع محمول نیاز به اندام حسی هم دارم افزون بر اندام حسی به یک نحوی نیاز به عقل هم دارم به این دلیل که اندام های حسی تنها توانایی ادراک دارند ادراک میکنند من ادراک میکنم که این جسم سفیده ولی چه قوه حکم میکند که این جسم سفیده به صورت قضیه کدام قوه در میاره و اون حکم مال کدوم قوه است معمولا منطقدانان و فیلسوفان مدعی که حواس انسان ادراک نداره حواس انسان صرفا ان ادراک داره و تصدیق مال عقل در واقع آنچه که حکم میکنه و آنچه که تصدیق میکنه به این که این جسم سفیده این شی شیرینه این شی ترشه این شی تلخه در محسوسات مثلا همه اینها کار عقله اما این اشکال با این اشکال مواجه میشن که این کار عقل در واقع عقل محدود به کلیات این جسم سفیده این شی شیرینه اینها که در واقع از عقل چی گونه می جزئیات عقل چگونه میتواند جزئیات را ادراک کند لذا اینجا مجبور شدن بگویند که در واقع اینجا کار عقله ولی عقل با استفاده و با کمک این ابزار حواس این کار رو میکنه یعنی در واقع عقل هم حاکم در مورد کلیات و هم حاکم در مورد جزئیات حکم مال عقله اصالتا خواه کلی و خواه جزئی ولی اون جایی که کلی باشد عقل رأسا خودش اقدام میکنه ولی اون جایی که جزئی باشد عقل با استفاده از حواس این کار را انجام میده این توجیه است که معمولا بیان کردن ولی همان گونه که ابن سینا بارها توضیح میدهد نیاز به این تکلف نیست همین احکامی جزئی را هم حواس انجام میده حس مشترک حس مشترک مجمع قواست حس مشترک مجمع قو... به اصطلاح مدرکات حسی است یعنی هر آنچه گوش من میشنوه هر آنچه چشم من میبینه هر آنچه لامسه من ادراک میکنه همه اینها یک صورت میگیرند این صورت ارسال میشه برای حس مشترک بنابر این حس مشترک مانند یک حوز است که همه مدرکات حواس پنجگانه بیرونی اونجا منتقل میشه بنابراین حس مشترک اشرافی بر همه این مدرکات داره می میتواند آنگاه همین حس مشترک حکم کند که این جسم سفیده این شی شیرینه این شی تلخه همه اینها کاری حس مشترکه ولی حالا علی ای حالین دانان و فیلسوفان به دلایلی قانع شدند و باور کردند که این حکم کاری عقل نه کاری حس حالا این بحث است که در واقع بحث حاشیه‌ای است ربط به این مباحث ما هم ندارد و در واقع کل این مقدمه رو مرحوم مصنف صرفا برای اون نتیجه بیان می‌کنند که بگیم برهان در کجا کار آمده صرفا همینه می‌فرمایند که از طریقه الاساسی از طریقه الاساس شیوه اساسی الفکری یعنی به اصطلاح شیوه اساسی فکری برای تحصیل برهان برای کارکرد برهان بیان می‌فرمایند این دل قضیتان اولیتان اون دو تا قضیه فلسفی رو بیان می‌فرمایند این دل قضیتان اولیتان دو تا قضیه اولی است که لا یشک فیهما هیچ انسان عاقلی در این دو قضیه شک نخواهد کرد الا مکابرون انسانی که در واقع مکابره دارد او مریض العقل یا انسان هایی که در واقع مریض العقل انسان های گرفتار وسواس مثلا یا گرفتار شبهاتی در واقع فکری باشد لانهما اساس و کل تفکیری چون این دو تا در واقع این دوتا تا قاعده اساس هر گونه تفکری است یعنی همان گونه که بدیهیات اولیه اساس تفکرن اینها هم جز اساس تفکر به حساب میان و لم یتم اختراعون و هیچ اختراعی تا متمام نخواهد بود به سرانجام نخواهد رسید ولا استنباطون و نه هیچ گونه استنباطی اگر بخواهیم استنباطی انجام بدیم قاعده را به دست بیاریم قانون را به دست بیاریم اینها هم در واقع متوقف بر پذیرش همین دو تا قاعده هستند ولا برهانون و اگر بخوایم در مباحث عقلی برهان اقامه کنیم این برهان هم به سرانجام نخواهد رسید با مگر با استفاده از این دو تا قاعده بدونه ما حتی اعتقاد به وجود خالق به کائنات حتی اعتقاد به وجود خالق کائنات هم بدون همین دو قاعده به سرانجام نمی رسه. بنابراین بنابر این وصفاته مرتکز وصفاتی و حتی به اصطلاح وجود خالق و صفات خالق یعنی صفات خالق رو هم اگر بخوایم اثبات بکنیم مستلزم پذیرش همین دو قاعده هستند این مرتکزن علیهما اینها همه مرتکزن تکیه دارند بر همین دو قاعده و هما اون دو قاعده کی کدام قاعده هستند میفرمایند اول این کل ممکنین لابد له من علت تا فی وجودهی هر ممکنی اگر محقق شد الا و لابد علت تامش این رو به وجود آورده چون اگر این رو نپذیریم باید معتقد باشیم به اتفاق باید معتقد باشیم به یک سری مسائل دیگر که اینها با ما باعث فلسفی سازگاری ندارن پس هر ممکنی الا و بود، ناگزیر از یک علت خواهد بود علت تامه او موجود خواهد بود که باعث وجود این علت ممکن شده و یعبر عن هذه البدیه ایضا تعبیر میکنن از این بدیهه نیز به قولهم استحالت و وجود الممکن بلا علتین محال است که ممکن بدون علت موجود شود پس اگر ممکن موجود بود پس علت تامه او هم موجود خواهد بود دو کل معلولین یجب وجوده وجوده هر معلولی یجب وجود این معلول عند وجود علته تامه اگر علت تام میشه موجود بود معلول او هم الا و لا بود موجود خواهد بود این دو قاعده رو بیان میفرمایند در سراسر این بحثی که بیان کردم از این دو قاعده استفاده میکنند لذا این مقدمه رو بیان میفرمایند و یعبر از این قاعده دوم ایزن به قولهم استحاله تخلف المعلول عن العله که محال است معلول از علتش تخلف کند یعنی هرگاه علت تامه موجود بود معلول هم موجود خواهد بود این را بیان میفرمایند حتی در همین سطر اولی که الان توضیح میدهند از این قاعده استفاده میکنند و لما کان الیقین بالقضیه من, من الحوادث الممکنه چون یقین به یک قضیه مانند علم به وجود خدا مانند اینکه آب در صد درجه جوش میاد و همه قضایایی که من میدانم اینها همه قضایای ممکنن پس چون ممکنه پس علت داره حالا که علت داره علت این قضیه چیه میره سراغ همون مباحثی که بیان میفرمایند ولما کان الیقین و بالقضیه من الحوادث الممکنه چون علم ما به هر قضیه از حوادث ممکنه یعنی از امور واجب نیست اگر از امور واجب بود که باید ابدا و ازلن با من موجود باشه یعنی در واقع روزی که من از مادر متولد شدم باید این قضایا رو میدانستم در حالی که نمیدانیم فلا بد له من علت پس حال که این قضیه رو من میدانم و علم به این قضیه دارم لابد بد این قضیه من علت موجبه علتی که موجب شده سبب شده لوجود این قضیه بناء علی البدیهه الاولى بنابر اون بدیهه اول که گفتن کل ممکنین لابد له من علتین پس این علم به این قضیه که من میدانم هم از امور ممکنه پس الا و لابد علتی داره حالا که علت داره این قضیه علتش چیست و حاضه الاله قد تکون من الداخل و قد تکون من الخارج این علت پدید آمدن این قضیه در ذهن من یعنی علت این دانستن من گاهی داخلی در خود همین قضیه است گاهی بیرون از قضیه است الاول ان تکون من الداخل اون که علت این قضیه علت داخلی باشد نه یک امر بیرون از قضیه بلکه خود تصور موضوع و محمول و نسبتی در این قضیه علت تام است برای پدید آمدن تصدیق به این قضیه لذا فرمایید و معنا ذالک این است که ان نفس تصور اجزای قضیه نفس تصور اجزای قضیه اجزای قضیه معمولا سه جزه موضوع محمول و نسبت این ستا رو اگر انسان تصور کند حکم به این نسبت حاصل خواهد شد که می شود جزء چهارم قضیه لذا فرماد که ان نفس تصور اجزای قضیه داخل پرانتز فرمودن طرف این نسبت هر دو طرفی نسبت یعنی موضوع و محمول جناب استاد در تعلیقه فرمودن و کذا ان نسبه یعنی صرف تصور موضوع و محمول کافی نیست بلکه نسبت میان موضوع و محمول را هم تصور کنم این سه امر رو باید تصور بکنم اگر این رو تصور کردم این علت للحکم و العلم بالنسبه این علت خواهد بود برای اینکه حکم کنم که الکل اعظم من الجزء تصدیق خواهم کرد که النقیزان لا یجتمعان که قولنا الکل اعظم من الجوز یعنی اگر کل جوز را تصور کنیم اعظم بودن را تصور کنم نسبت میان اینها را تصور کنم اگر من این امور را تصور کنم تصدیق خواهم کرد حکم خواهد کرد پس این حکم من معلول اون تصوره نه معلول بیرون از این قضیه و قولنا نقیزان لا لایشتمیان و البدیهتان اللتان مر و ذکرهما اون دو تا بدیهی که در اول بیان شده همون دو تا قاعده فلسفی ذکر فی صدر البس ایضا من هذا الباب اونها هم از همین بابه یعنی اونها هم از جمله قواعد و قوانین هستند که علتشون در خودشون موجوده یعنی اگر انسان ممکن رو تصور کنه اگر علت رو تصور کنه رابطه علت و ممکن رو تصور کنه تصدیق خواهد کرد که هر ممکنی نیاز به علت داره و تصدیق خواهد کرد که هر گاه علتی تام موجود باشد معلول او هم موجود خواهد بود فان نفس تصور الممکن تس... توضیح میفرمایند فان نفس تصور الممکن اگر ممکن رو انسان تصور کنه والعله و نسبت میان ممکن و علت رو تصور کند کافین للحکم تصدیق خواهد کرد به استحالت وجود ممکن بدون علت و نفس تصور علت و معلول و برای اون قاعده دوم نفس تصور علت و معلول و نسبت میان علت و معلول ممکن آ را تصور کنه انسان بی را تصور کنه ولی نسبت میان این دوتا را تصور نکند لذا اون جزء سوم را هم باید تصور کنیم اگر تصور کردیم کافین للحکم به استخالته تخلف اون معلول عن علته از علت خودش تخلف نخواهد کرد یعنی اگر علت موجود بود بهاصطلاه معلول او هم موجود خواهدو فلا یحتاج الیقین فی مثل هاذه القضایا یقین به این قضایا احتیاج نخواهد داشت الی شیء آخر وراء النفس یعنی نیاز داره یعنی این تصدیق من این حکم من که انقیزان ان لا یشتمیان این که تخلف علت از معلول مخاله اینها در واقع علت دارند، ولی علتشون در خود این قضایه نهفته است در تصور موضوع و محمول و نسبت نهفته است لذا نیاز ندارد به شیء ورای نفس تصور طرفین القضیه و نسبت قضیه و لذا تسمه حاضه القضایه بالاولیه از این جهت این قضایا را قضایای اولیه می همان گونه که قبلا هم توضیح دادن این اولیه رو کما تقدم فی بابها لانها به دلیل اینکه حالا چرا اولی می نامند به دلیل این اولی می که لانها اسبق من کل قضیت لد العقل اینها اولا و مقدما بر هر گونه تصدیقی یعنی اولین تصدیقی که برای انسان حاصل می شود تصدیق عقلی <تص اولین تصدیق عقلی که برای انسان حاصل می شود همین تصدیق های عقلی هستند لذا می فرمان لانها اسبق من کل قضیت لد العقل اینها بدیهی ترین قضایا برای عقل بنابراین اولین قضایایی که عقل تصدیق می کند این سین قذایاست از این جهت به اینها گفتن اولیه و لعجل هازا قالو از این جهت گفتن منطقدانان و فیلسوفان که این القضایا الاولیه حیل عمده فی مبادی البرهان چون اینها جزء مبادی اولیه هستند بنابراین هر گونه قضایای دیگری که در ذهن من بخواد شکل بگیره معلول این گونه قضایا خواهند بود یعنی قوام قضایای دیگر به این قضایا هستند حالا این بحثای فراوانی داره که آیا قوام قضایای دیگر وابسته به این قضایای بدیهیات اولیه است یا نه در واقع توجی و مستدل شدن قضایای دیگر یعنی من بخوام علم به علم پیدا کنم اون نیازی به این قضایا داره حالا اینا بحث است که باید در جای دیگر مطرح کرد از ثانی ان تکون من الخارج دوم این که این علت علت خارجی باشد عرض کردم که این علت خارجی گاهی استفاده از حواس گاهی استفاده از یک قضیه دیگر اگر استفاده از یک قضیه دیگر بود اون قضیه دیگر هم دو گونه دو حالت داره از ثانی انتکون العلت من الخارج و حاضح العلت الخارجه علا نحوین در صورتی که من نیاز داشته باشم به علت خارجی اون علت خارجی به دو قسم خواهد بود اول انتکونه احد الحواس ظاهره او الباطنه من نیاز دارم افزون بر تصور موضوع و محمول و نسبت به این که از حواس ظاهر و باطن هم استفاده کنم پس این تصدیق من معلول چند امره علاوه بر اون به اصطلاح علت داخلی نیاز به یک علت خارجی هم دارد و ذالک فی المشاهدات و در مشاهدات و متواترات این گونه است یعنی در مشاهدات و یا در وجدانیات من باید ملزمم که از حواس داخلی یا خارجی خودم استفاده کنم اللتین هما من البدهیات سید اون دوتا یعنی مشاهدات و متواتراتی که از بدهیات سید هستند و هم هما من الجزئیات اما قضایای این دوتا از جزئیاته یعنی آنچه را که حواس من میابه در واقع جزئیاته حواس من این گونه حکم میکنه که این شی سفیده این شی شیرینه این شی مثلا زبره این شی گرمه اینها را در واقع حواس من ادراک کرد یا متواتر شنیدم که این خبر چنینه علا ای حالین چون این خبرهایی میشود جزئی لذا فرمود و قضایا هما قضایای این دوتا یعنی مشاهدات و فیتی به اصطلاح متواترات من جزئیات قضایای جزئی هستند چون به اصطلاح حواس ما همواره قضایای جزئی تحویل ما میدن حالا قضیه تحویل ما میدن یا تصدیق یا تصور این بحثی است که در ادامه اشاره میفرمایند فان العقل هو الذي یدرک ان هاذه النار حارتون عقل ادراک می کند که ان هاذه النار حارۃن یعنی در واقع ادراک مالی حواسه حواس من ادراک می کند که این شی گرمه حالا حکم میکنه حکم را میفرماید عقل میکنه عقل من حاکمه به اینکه این, این شی گرمه فان العقل هو الذی یدرک ان هاذه النار حارۃن او مکه موجودتون. در متواترات ولیکن ادراک او لحاظه این اشیاء لیس به مجرد تصور طرفین اما عقل در واقع وقتی این حکم را کرد برای این حکم صرفا به تصور موضوع و محمول اکتفا نکرد بلکه افزون بر اون از حواس هم استفاده کرد ولیکن ادراک اون عقل این اشیاء لیس ابتداعا به مجرد تصور طرفین همین که هر دو طرف را تصور کرد تصدیق هم بکنه ولا به توسط مقدمات عقلیه تا بگیم نیاز به یک امر دیگری هم دارد بلکه صرفا نیاز به استفاده از حواسه و این نمای به توسط احد الحواس و هیه جنوده این حواس جنود هستند حالا اینو کسی ممکنه بگه که آقا عقل از کجا ادراک میکنه جزئیات رو عقل که با جزئیات سر و کار نداره عقل با کلیات سر و کار داره مدرکات عقل همواره کلیه اینجا که جزئی است عقل چگونه میتواند این جزئیات رو ادراک کند لذا میفرماید که اینها جنود هستند ابزار هستند در خدمت نفس و عقل لذا و هیه این حواس جنود اون عقل هستند علتی اون جنودی که یستعین به ها کمک می جوید عقل به این جنود فی, ادرا... ادراک المشاهدات و نحوه ها یعنی در واقع از این حواس صرفا برای ادراک استفاده می نه برای تصدیق تصدیق کار عقل فا اینهو یدرک و در واقع این عقل ما هست که ادراک میکند تم را به ذوق یعنی در واقع به واسطه ذوق ادراک میکند و سپس حکم میکند این ادراکش قرار شد که مال حواس باشد ولی علی حال باز مرحوم مصنف میفرماید که عقل ادراک میکند چون حکم کردن متوقف بر ادراکه اگر عقل در واقع ادراک نداره چگونه حکم میکند از سوی دیگر ادراک رو که حواس انجام میداد اینجا یه مشکل برای مرحوم مصنف پیش میاد لذا سعی میکنه که این مباحث رو توجیه کنه که عقل هم ادراک میکند منتها به واسطه حواس ادراک میکند بعد از اینکه ادراک کرد تصدیق میکند و حکم میکند این اون عقل یدرک الطعم طعم را مزه رو به واسطه زائقه لون را به واسطه بسر و صوت رو به واسطه شنوایی و هاکذا بقیه محسوسات ثم یدرک به قوت اخرى سپس به واسطه قوه دیگر یدرک ادراک می کند یعنی به واسطه حس مشترک عرض کردم حس مشترک ادراک این کی این به اصطلاح جسم این شیرینی رو داره یا این جسم این گرما رو داره این مقایسه و ادراک این به اصطلاح چند امر با هم دیگر این رو بسر انجام نمیده این را حس ما به تنهایی حس شنوایی ما انجام نمیده چون حس شنوایی من از بسر اطلاع نداره بسر از زائقه اطلاع نداره اینها از همدیگر بیگانند ولی همه اینها در یک خزانه به نام حس مشترک جمع میشه و اونجاست که حس مشترک مقایسه میان این صورتهای محسوس انجام میده و اینها را ادراک میکنه در واقع عقل ما چیکار میکنه عقل ما یه بار به واسطه حواس ظاهری مثلا ادراک میکنه یک بار به واسطه حس مشترک نسبت اینها را از این چند تا صورت رو ادراک میکنه آنگاه حکم میکنه به این که این جسم این گرما را داره مثلا این جسم این مزه رو داره مثلا ثم یدرک اون عقل به قوتین اخرى به قوه دیگری که حس مشترک باشه که مرحوم مصنف بیان نکرده به ان ما لهو هازل لون الاسفر مثلا لهو هازل تعمل حامیست حامیز اونی که دارای مثلا این رنگ قرمزه دارای این شیرینی و اونی که دارای رنگ زرد مثلا حلوون حامزون مثلا یه مزه ملس داره از باب مثال این احکام کار عقله در واقع حواس ما یعنی دو گونه ابزار داره عقل برای خود یک حواس ظاهری که صورتهایی میگیره در اختیار حس مشترک قرار میده حس مشترک مقایسه میکنه میان این صورتها و نسبت اینها رو با همدیگر ادراک میکنه و در خدمت عقل قرار میده و عقل حکم میکند به این که این شی شیرینه و این شی گرمه و این شی چونی است و چنان نیست مثلا همه اینها به واسطه ای عقل انجام میشه حالا این بحث یک مقدار طولانی است ان ادامه این بحث رو در جلسه آینده عرض خواهم کرد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته یا <applause> اسمع دعائي واجب ندائي بالهادي المختار وبالهيجاء وبالزهراء فبحكيم يا متعال أحسن ما أبي أحسن ما أبي